سرخط خبرها تلاش واشنگتن برای بردن هزاران ترجمان افغانستانی که برای امریکا کار کردند. محمد محقق جهان باید نگذارد که افغانستان بار دیگر به لانه امن تروریسم بدل شود. و همچنان در پایان هشدار قدرتمندترین رهبران افغانستان به امریکا. به نام یاد خدا و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. رئیس ستاد ارتش امریکا گفته است که برنامه برای بردن ترجمانان افغانستانی به سرعت در جریان است. با گزارش اسپوتنیک به نقل از اطلاعات روز، جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا گفته است که کشورش پیش از خروج نیروهایش از افغانستان در ماه سپتامبر به سرعت در حال برنامه‌ریزی برای خارج کردن آن ده شهروندان افغانستان است که برای نیروهای امریکایی کار کردند. میلی گفته است که در حال حاضر شمار قابل توجهی از مترجمان و دیگر کسانی که برای امریکا کار کردند در معرض خطر حملات طالبان قرار دارند. با گفته او در حال حاضر طرح‌های با سرعت خیلی زیاد برای خروج مترجمان و شمار زیاد از افرادی که با امریکا کار کردند جریان دارد. میلی در اظهاراتی که روز پنجشنبه ششم جوزا از سوی دفترش منتشر شده گفته است ما می‌دانیم شمار قابل توجهی از شهروندان افغانستانی هستند که از ایالات متحده و ائتلاف حمایت کردند و ممکن است در خطر باشند. طبق یک برنامه ویژه حدود 18,000 شهروند افغانستانی برای مهاجرت به امریکا درخواست دادند، اما این روند عملا جریان نداشته و متقاضیان سالها منتظر ویزه بودند. جنرال مارک میلی افزوده است یک وظیفه خیلی مهم اطمینان از این مسئله است که ما به آنها وفادار باشیم و آنچه برای حفاظت از آنها لازم است انجام دهیم و اگر ضرورت باشد از کشور خارج کنیم اگر این چیز است که آنها میخواهند. او به نظارت وزارت خارجه امریکا از این موضوع اشاره کرده اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. برنامه صدور ویزای مهاجرت برای افغانستانی هایی که با امریکا کار کردند بیش از یک دهه پیش را افتاد. در آن زمان گفته شده بود که قرار است از طریق این برنامه برای 26,500 نفر ویزای مهاجرتی صادر شود. یادآوری میکنیم که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در 25 ماه حمل سال جاری اعلام کرد که تمام نیروهایش را تا 11 سپتامبر از افغانستان خارج خواهد کرد. روند خروج این نظامیان از اول ماه می رسما آغاز شده و تا کنون بین 16 تا 25 درصد آنان افغانستان را ترک کردند. محمد محقق جهان باید نگذارد که افغانستان بار دیگر به لانه امن تروریسم بدل شود. خبرگزاری 8 صبح کابل. محمد محقق مشاور ارشد رئیس جمهور در امور امنیتی و سیاسی میگوید که جهان باید نگذارد که افغانستان بار دیگر به لانه امن تروریسم بدل شود. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان روز جمعه هفتم جوزا در هنگام سخنرانی به مناسبت دهمین سالیارد داوود فرمانده زون 303 پامیر در شمال افغانستان و شاهجهان نوری فرمانده پلیس تخار این مطلب را مطرح کرده است. محمد محقق از جامعه جهانی خواست که فریب کسانی را که نرم نرم سخن میگویند و اکنون چهره عوض کردند نخورد. به گفته او محاسبه جهان باید این باشد که افغانستان به لانه تروریسم بدل نشود. او گفت که شعار جنگ نمی‌دهد و برای صلح آمادگی دارد، اما بارها گفته است که طالبان تمایل به صلح ندارند. مشاور رئیس جمهور غنی تاکید کرد که برای جنگ صلح آمادگی دارد. محقق افزود که تصمیم گرفته بود تا در افغانستان دموکراسی را نهادی نکند و در 20 سال گذشته در همین مسیر حرکت کرده است، اما تاکید کرد که در سالهای اخیر متوجه شده است که وضعیت به گونه دیگر به پیش می‌رود. محمد محقق اذعان کرد که در 2 سال اخیر آمادگی گرفته است و در صورت که صلح نشود و جنگ ادامه یابد در کنار دولت و نیروهای امنیتی از مردم دفاع می کند. با باور محقق وضعیت کنونی افغانستان با خروج نیروهای بین المللی نابسامان و خراب است، اما امیدواری برای صلح نیز وجود دارد. در مراسم سالیاد داوود و شاهجهان نوری سایر سخنرانان بر تامین صلح در کشور و ختم جنگ تاکید کردند. به نقل از صفحه تلویزیون 1، صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی امروز در حمایش در کابل گفت که افغانستان در وضعیت حساس و دشوار قرار دارد، اما برخی ها از این وضعیت تصویر کاذب به مردم ارائه می کنند که کار سخت اشتباه است. با گفته او
با سیاست‌های نادرست حکومت کشور با انزوا روبرو شده است. آقای ربانی خطاب به طالبان گفت که با زور به افغانستان حاکم شده نمی‌توانید. او همچنان خطاب به شخصیت‌های سیاسی تاثیرگذار در کشور گفت: اگر پس از خروج نیروهای خارجی به یک اجماع ملی نرسیم، افغانستان شاهد یک دور باطل جنگ خواهد بود. ناامنی و قتل‌های هدفمند، خودسانسوری خبرنگاران یا هموار ساختن را برای طالبان. خبرگزاری سپوتنیک افغانستان. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه‌اش اعلام کرده است که افغانستان در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال جاری میلادی بدون هیچ تغییر در جایگاه 122 باقی مانده است. در گزارش تازه سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است که افغانستان به دلیل افت و یا تغییرات دیگر کشورها در جایگاه خود باقی مانده است، اما همچنان یکی از مرگبارترین کشورهای جهان برای خبرنگاران است. بر اساس این گزارش، در جریان سال 2020 میلادی نه تنها ویروس کرونا جان دهها خبرنگار را در افغانستان گرفت، بلکه ویروس خشونت افرادگرایانه نیز خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن را هدف قرار داده است. سازمان گزارشگران بدون مرز RCF در این گزارش افزوده است که در جریان سال 2020 میلادی دست کم 6 خبرنگار و همکار رسانه‌ای در افغانستان به شکل هدفمند کشته شدند. گزارشگران بدون مرز درباره این کشتارها ضمن هشدار برای توافق زنجیره کشتار روزنامه‌نگاران از مقامات حکومت افغانستان خواهان تحقیق و بررسی شدند. این سازمان از جامعه جهانی به ویژه 3 کشور ایالات متحده آمریکا، آلمان و فرانسه نیز درخواست کرد که از فراخوان RCF به داستان دیوان کیفری بین المللی برای افزودن جنایات اخیر بر تحقیق و بررسی درباره افغانستان حمایت کنند. اما آمد آمد طالبان و سهیم شدن آنها در قدرت سیاسی موج نگرانی ها را در پی داشته که مبادا پس از توافق صلح آزادی رسانه ها و سهم زنان در دلارسانی محدود شود و کارمندان رسانه‌ای دست به خود سانسوری بزنند. مجیب مهرداد مدیر مسئول روزنامه اش صبح در گفتگوی سپوتنیک افغانستان میگوید: چرخش اطلاعات از طریق رسانه‌ها در افغانستان در شرایط کنونی بی‌سابقه بوده. از طرف دیگر فضایی به وجود آمده، فضای حقوقی باز در تاریخ معاصر افغانستان است که از طریق رسانه‌ها دیداری، شینداری و نوشتاری دست به دست می‌شود. آقای مهرداد در ادامه با اشاره به تعداد رسانه‌ها در افغانستان باور دارد که افغانستان بر اساس چرخش آزاد رسانه‌ها نسبت به سایر کشورهای دیگر در جایگاه بهتر قرار دارد.